حاکمیت ارتجاعی و خونریز و اصلاح ناپذیری که همچون شبحی روباور و مرگبار تهدید اصلی قرن 21 نامیده شده، هیولای مهیبی که در پرده ای از دجالیت، خشونت و فریب مذهبی با تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی و صدور تروریسم سعی در به گروگان گرفتن جهان معاصر داشته و دارد و در راه رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایت و قساوتی فروگذار نکرده و نمی کند. چه نایم در سالهای بعد از سال 60 نیز خمینی از یک سو با فتوای قتل سلمان رشدی تمامی اروپای متمدن را با کلیه دستاوردهای تاریخیش در زمینه حقوق بشر به سخره می گرفت و از دیگر سو با مضحکه ای آشکار رأس بلوک شرق را به توبه و بازگشت از الحاد و ایمان آوردن به شریعت خمینی فرا می خواند. خمینی هیولایی بود سوار بر عقب مانده ترین گرایش ها و افکار و متکی به ثروت بی‌منتهای نفت و گاز ایران. نیروی اهریمنی که با سرقت رهبری انقلاب ضد سلطنتی و با پایمال کردن ثمره خون شهیدان پیشتاز مبارزات ملتمون بر سوغلجیشی ترین نقطه اتصال سه قاره یعنی بر ایران مسلط شده بود. در آن سالها و سالهای بعد از آن در دهه 60 و 70 شمسی از یک سو از غرب عالم سیاست در جریان قضیه ایران کنترا به ارسال سلاح برای خمینی می پرداختند و از سوی دیگر رقبای شرقی برای وی نیروگاه اتمی تدارک می دیدند. به راستی این چرخش شگفت تاریخی چطور در یک دوره تاریخی 30 ساله عملی شد؟ این مسیر اون هم با این سرعت راحت یا تصادفی طی نشد. نسلی خودش رو تمام عیار فدای باز کردن این مسیر کرد. بله، پنجم مهر ماه 1360 روز سردادن ممنوع‌ترین کلام یعنی شعار مرگ بر خمینی. ببینیم که اون روز چجوری رقم خورد. پنجم مهر من خودم توی زندان بودم اون موقع. خب اینایی که همون روز دستگیر شده بودن آورده بودنشون زندان، تعدادشون خیلی زیاد بود، هزاران نفر بودن، چون اصلا تمام سه طبقه اون ساختمونی که معروف به ساختمون همون بازجویی و دادگاه بود پر از آدم بود. بعد از که تونستم با یه چند تاشون خودمو نزدیک کنم، باشون صحبت کنم، ازشون بپرسم چی بوده که امروز این حد دستگیری بوده، یکیشون که خودشو یادم مثلا محمود یا محمد معرفی کرد، چون اکثرا اسامیشون رو فقط به صورت مختصر میدادن، گفتش که قوقا بود، خیابون مصدق، خیابون طالقانی. خون گفت این اولین بار بود که شعار مرگ بر خمینی رو به طور رسمی و علنی اعلام می‌کردن، چون تا اون موقع کسی جرأت نکرده بود که شعار مرگ بر خمینی رو در خیابون‌ها بگه، حتی در جاهایی که کسی هم توش نبود. اما اونا اون روز این شعار رو به میون مردم برده بود. رژیم اون روزها در اوج قدرت بود و در افتادن با اون کار ساده‌ای نبود. خمینی با یک اشاره
یک شبه یک حزب یا سازمان رو نابود میکرد، یک شبه یک مرجع معروف رو از صحنه روزگار حذف میکرد، همه احزاب، احزاب مخالف رو سرکوب کرده بود و در اون چنون شرایطی نسل مجاهد فریاد مرگ بر خمینی یعنی دیکتاتور و مرگ بر دجال رو فریاد کرد. با این شعار قداست فریبکارانه چهره خمینی فرو ریخت و مردم خیلی واضح و روشن دیدن که دیکتاتور اگه حتی خمینی باشه میتوان و باید جلویش ایستاد و حرف آخر رو بهش زد.